از پرواز کردن حرف نزن، من خودم هواپیما دارم. موسی قد گرون شده. این حاج خانم با این سن و سالش دیگه چی؟ خودشون گفتیم مثبت 18 سال. زلیخا ظاهر می شود. بدترین کامنتی که تا الان داشتی رو بگو. آیا تا به حال شوگر ددی بهت پیشنهاد داده؟ سگ تو ضرر آقا من نفهمم. سلام به چنل گل مگولی خودتون، خوش اومدین. یک پنجشنبه دیگه و یک ریلز میلز. خوش اومده. یک ریلز میلز دیگه داریم دوباره. اما این سری تنها هم. اما جریمه دارم. ستون برام کلی جریمه نوشته که همچنان اگه بخندم و نیش شل شه بعد جریمه برم. تا حالا تنهایی جریمه بر نداشتم. وقتی آرام بودم احساس بهتر داشتم. احساس میکردم بعدا میفته به آرام. الاساس میگم یه بار سنگینی رو دوش من تنهایی بعد انجامش بدم. خب بریم ویدیو اولو ببینیم. سلام خانم. سلام. خسته نباشید. سلامت باشید. مرسی. یه دونه از همین آداپتور می‌خواستم. این دیگه چیه؟ چه جنس مسخره‌ای هم داره. از این چینی به درد نخوراست. 200 تومن گرفتی؟ بذار یه آداپتور برات بیارم. رد تو سر ما حسابو. این خدمت شما جنس اصلی و اورجینال. من اینو 10 دقیقه پیش از همکارتون گرفته بودم. چون خوشم اومده بود گفتم یه دونه دیگه ازش بگیرم. خاک یکسانش. نخندیدم خدا شده، دیدی که نخنده، ولی با خاک یکسانش کرد. ببین آقا خدا وکیلی دقت کردیم. کلا که هیچ بقالی نمیگه ماست من ترشه. اما علل خصوص توی ایران خب این اتفاق همه جا میافتاد که مثلا مال همه بده، مال همه اخ، تو فقط مال ما. نه کجا خریدی؟ مال تو کجا کوتاه کردی؟ کجا رفتی آرش به قبلی؟ چقدر افتضاح دندون تو چیه؟ نه دندون پزشکا همه کارو میکنن. هان دندون تو کجا پر کردی؟ فکر کنم که دندونت رژیه. حالا یارو مثلا همونجا رفته وا. برای که بگه ما خوبی. حالا این یه موضوع، یه موضوع بدتر این که من یادم اون موقع که ایران بودم الان نمیدونم. میرفتی تو مغازه اولیه میگفتی چند دومیه برات میورد، سومیه بعد میگرفتی. یعنی یه جوری میرفتی زیر دهنش که اصلا خودت خجالت میشد. اون یه جوری چپ چپ به تو نگاه میکرد که اصلا دیگه تو نمیتونستی بگی نمیخوام. خیلی بد بود. اصلا معذب میشد آدم. الان نمیدونم چه جوریه. بعد دم در وای میسادن اصلا داری رد میشه، اصلا کاری به این ور نداره. میگم بفرمایید چیزی میخواد. مشکلات مردم راه حل مسئول داره میشه تو آتیشه. وای بچه رو اون یکی نمیاد قبرش کرد اونم بهش جیش کرد اونم در خورد. وای دیگه من نمیتونم این نخندم. این واقعیه؟ یا چه این واقعی بود؟ حرفی واسه گفتن ندارم. بعد حالا تش ببینیم خاموش میشی یا نه. خاموش هم نمیشه. خوبه اون سومی موتوری هم بزنه کنار وایسه اونم بیاد اینجا. بچه اینجا ایران نیست نه؟ اگه میدونین ایرانه یا نه این ویدیو برام بنویسین. خیلی برام جالبه. خیلی جالب بود. علاوه بر اینکه حالا خندیدم و اینا اصلا چجوری به مغزش خورد. بعد جیش مگه الکل نداره؟ مگه درست نمیگم؟ نه اون الکل. هیچه آقا اصلا من سکوت. اشکال نوش جونم خوب خندیدم به این بال. اینکه اون یکی هم در آورد اومد همکاری کرد. جالب تر این بود که موتوری بعدی هم میزد کنار اونم میورد آبیاری میکرد. آرام نیستن از این گردن آرام. ای بابا. با پانتومیم یک فوشی رو نشون بده. الان آرام نیست. این برای دو نفرها خوب. تو باید جواب بدی پشت دوری. اگه نتونستید یعنی شما حدس بزنی که اون فوش چیه، من بعد اون فوش رو بلند بگم و بگم خودمم. چه کاری، چه خودزنی بود این. وای این خیلی زایه. پس بعد در هر صورت هم یه فوش آسونی انتخاب کنم که تو بتونی حدس بزنی. هم اونقدر فوش بدی نباشه که اگه نتونستی حدس بزنی من بگم من اونم. آرام نداری چطور بعد حدس بزنه فوش دور این طرف نشسته. پس من مجبورم این طرفی باشم. تموم شد.
خیلی تاثیرگذار. خانوادگی بذار بخواییم پخش کنیم نم صداش میاد یا نه. نه من اونجوری نمیگم نه. اسکار. اوکی. ولی این نبود. نفهم بود. تو گفتی اسکار. حالا باید بگم من نفهمم. سگ تو ضرر آقا من نفهمم. من نفهمم. به به. رسیدم لیما. آقا رئالاتون کجاست؟ سلام خانم. این رگال همش رئاله. همین؟ چمه چه؟ رئالاتون کجاست؟ همین چیز دیگه نیاز نداره. قربونت برم. من میخوام همشو. آره آقا بگی. همشو؟ آره. کمه همه دوتا دیگه هم برات برمیدارم قربونت برم اونا را؟ آره الان یه همه رو میخوان؟ آره آقا آره یه لحظه امیر رو امیر یه لحظه گوشی امیر جان سلام تو داشت خوبی؟ شانس رو تو گاهیدم ایچ باز خندیدم اصلا حواسم نیست که ما جریمه داریم من ندارم ولی خیلی خوب بود خیلی یعنی واقعا اصلا که خندم یه بار دیگه گوش بدم یه بار دیگه اینو امیر جان سلام تو داشت خوبی؟ شانس رو تو گاهیدم ایچ خیلی خوب بود بردارم همین آخه برداشتم دوباره آرام خدا ذلیلت کنه که الان بعد تنهایی اینا رو برم آرام بود میگفتم گردن آرام میگه تالو دزدی کردی هر دزدی یو دزدکی چیزی رو برداشتی دزدکی چیزی رو برداشتم آره ولی دزدی خدا وکیلی نکردم الان که اصلا نه ولی بچه‌ام که بودم فکر میکنم چون بچه‌ها این کارو میکنن باز تو بچگی هم دزدی نکردم حتی هش رفتم سر جیب بابام پول برداشتم که اونم میدونست همیشه دزدی حساب نمیشد ولی دزدکی چیزی رو برداشتم آره یادم نیست چی ولی کردم یا شده مثلا دزدکی خونه مثلا یه جایی تعارف داشتی خواستی یه چیزی گشنت بوده بخوری مثلا روی تعارف رو درواسی میکردی مثلا تا صابخونه رفتی یه طرف داشتی خوردی اگه اینا حساب میشه داداش بیا 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 بریم ولش کن بابا بیا بیا ولش کن عزیزم بیا اشتباه کرد بابا میگه عزیزم اشتباه کرد بیا ولش ولم نمیکنه گربه و واقعا اینجوری هم من دیدم دعوای گربه را خیلی وحشتناکه نک بابا برو دعوا نکن ای وای داداش بیا بابا رفیقمی بیا باشه من یه دعوای گربه دیدم واقعا رفتم جداشون کردم ولی خودم ترسیده بودم بعد ترسیده بودم چون که اینا خیلی آروم میون کردن اونو جیغ میکشیدن یه جیغ ممتد بعد فیس تو فیس خیلی بد امه چقدر بوده؟ ست تون امه چقدر؟ امه هم سر پنجا دخترمون وای واقعیت محض حالا یه جور میگه میگه صد بار عروسی کردم نه اصلا عروسی نکردم ولی یعنی جشن عروسی نگرفته بودم ولی همینه میتونم تصور کنم که همینه خیلی ویدیو رو بعد انتخاب کردی قبلا کمتر میخندیدم بدترین کامنتی که تا الان داشتی رو بگو و جالبترین مطلقی که شنیدی دو تا چیز توی دونه آخه بیرحمی بدترین کامنت خودش شده نمیتونم بگم اصلا کامنت های جنسیه الان هم چیز زیادم نیست تو ذهنم که بگم دقیقا اون بود یا این بود ولی کامنت های جنسی جالبترین مطلقی که شنیدی هیچ وقت یادم نمیره بعضی چیزا تو ذهن آدم میمونه دختر بچه بودم رفته بودیم آبادان یه جا بود تلنجیا بابام یه دوست آبادانی بودمون اونجا یه روز بعد بازار دست فروش و اینا بود خیلی باحال بودن پسرای دختر پسرای آبادانی هم خیلی خوشتیپ بودن اون موقع مثلا همیشه خیلی بروز بودن بعد یه آبادانی یه لهجه خیلی خیلی شیرینی دارن آدم من خیلی خوشم میاد رسما و خیلی زبون بازن و تو دل برو اون موقع خود تینیجر بودم دیگه چه میدونم 16-17 سالم بودیم بعد یکیشون خیلی بامزه برگشت بهم گفت تو خدا عروس ننم میشی این الان شاید خیلی مسخره باشه عروس ننم شی اون موقع خیلی جدید بود بعد مامانم هم بود کنارم اصلا ناراحت که نشدم هیچی چون انقدر اون قیافش بامزه بود و با لهجه شیرین گفت بعد خیلی هم برام خنده دار بود هم من هم مامانم کلی خندیدیم بعد پاسدیم کلی حرف زدیم کلی هم ازش خرید کردیم شاید بگم این تنها مطلقی بود که جالب بود بقیه‌شون هیچ کدوم جالب نبود آدم ناراحت می‌شد
سلام عمو. یه دونه سایز برای دخترم داری از اینو بدی؟ دست به ویترین نزن، میاد از انبار بهت بده. داداش اینم سایز دختره. دست درد نکنه. چه سیبیلای خوشگلی داری؟ یه تارمون میدی داشته باشی؟ دست به ویترین نزن، بذار یه از انبار الان بهت میدم. دومینار گاراژ. تال 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 میا میا میا. اوکی. چرا فکر کردی خنده دار میتونه باشه؟ دردناک بود. واقعا دردناک بود. دیگه جهنم خندیدم، بذار بهت بدم. چی جوری به مغزشون خورد این حرکت، ولی خیلی خدایی هوشمندانه و فانی بود. وای کلی ویدیو مونده، من هنوز الان یکیشو فقط با نکردم. جرعته زده یک قاشق روغن زیتون خالی بخور نوشی جان. حالا هم بد نشه تا آخر ویدیو. روغن زیتون که میدونین بیرون روی و اینا چه کاریه بابا، این چی بود در آوردی؟ بچا این روغن سالادیه ولی روغن زیتونه. این دیگه رسما خودزنیه. خدای اینجور جریمه ها بعد دو نفره باشه. تکی من خودم و خودمو دارم اینجوری آزار میدم. ولی آرام جات خالیه. این معلومه تو دوربین. اونجا من نمیتونم کجش کنم، میریزه ولی ریختم. وای چه تنم، چه کاری، لال شم. این چی بود آخه؟ بد هم بد نبود. نه چون گفتم بد نه. اوه اوه تازه الان وای بد کردم، بد بود واقعا بد. اوقات هم رو ترخ کرد، دیگه نمیتونم بخندم. عجب مسافر چاقه چله فیلم فارسیه. کریم خان میخوره؟ چه کریم خان بخوره؟ خودم میخورم که مفتر نخور. بخور 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 بخور. اخ ماما این همون بود، فقط بچه خورد زمین. زلیخا ظاهر میشود. بچه من این زنه رو میشناختم، بذار یه بار دیگه ببینیم زلیخا رو. زلیخا ظاهر میشود. نخندیدم که، ولی من این زنه رو میشناسم، یعنی دیدم ای سیف اکس بوده، میتونم جریان چیه. من میفهمم برم جلو، راضیم. میشه سیف کرد بیبی که دستم میبینید اسمش آناکاندو، آواکاندوم، آوانکاندو، آناکاندو، آکاوان، آکاناوان. آواکادو، آواکادو، آواکادو. همه رو گفت، 10 بار تکرار کرد تا بگه آواکاندو. دیگه من نخندیدم تو یک کاری رو کنم. گربه هستم. هی 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 هی. الهی بگردم مامان. این که گربه وحشی باشه، گربه بچه داشت، پر طوله بود، طوله گربه بود تو باغچه. این گربه های مادر یا هر حیوان مادری فرق نمی کنه، پلنگم بیا جلوش، خرسم بیا جلوش، برای دفاع از بچه هاش وحشی میشه. این واقعیته. و بعدش هم من تا دارتون میخواد گربه داشتم آشنایی داشتم. خوبه داشته در بوده حقش. چه حالتی آخه، چه وضعیتیه، چرا باید عاقل کند کاری؟ آه دوباره ساله شوگر مامی شوگر دادی. تا حالا شوگر مامی یا شوگر دادی بهت پیشنهاد داده؟ این جریمه ما رو برای زمان آقا ایسی بگم. میدونی که کلمه شوگر مامی غلطه. چیه؟ ما فقط شوگر دادی داری، شوگر مامی نداری. من فکر میکنم شوگر بهش چی؟ شوگر. کوگر؟ ولی تو فارسی میگن شوگر مامی. سوتون میگه شوگر مامی، توی انگلیسی نداریم، کوگر بهش میگن. حالا این که برای آرام بوده احتمالا که نیست. الان من در از شوگر ددی به هم تا حالا پیشنهاد داده یا تا از اول براتون میخوام. آیا تا به حال شوگر ددی بهت پیشنهاد داده یا تا به حال با کسی تو رابطه بودی که از تو خیلی سنش بیشتر بوده؟ دومی که باید بگم من بدبخت کلن دوتا رابطه بیشتر نداشتم، به اونجا نمیخوره. این از تو کل سن ما دو تا رابطه بیشتر نداشتم. ولی شوگر ددی معجبه می که مثلا یه مرد سمبالا به پیشنهاد آره داده. چطور در جریانه؟ آره خیلی واقعی، یعنی چیزی که اصلا انتظارش نداشتم. بعد توضیح بدم، خیلی خلاصه میگم. ما یه آقایی دیدیم سمبالادار، گفتیم به ریش سفیدش و اون ابهتش و
کت شلواری که پوشیده بود با دوستم بودیم، سلام علیک کردیم، اینا بحث شده بود، اینا بحث کار و اینا بود، مثل یه دفتر کاری داشتم. بعد گفتم من بعدم نمیاد این کاری که میگی، چیز جالبی به نظر میرسه، منم شناخته بود اینا، برای همین سلام علیک کردیم. بعد این آقای یکی از آشنای دوستامونم بوده، از قدیم میشناختش. بعد دیگه منم نگاه به سن و سالش کردم، گفت شماره تو بذار رو کارت، حتما زنگ میزنم بابت این کار با هم صحبت کنیم. منم دیگه گفتم اوکی دیگه، شماره رو دادیم و اینا. فرداش بود یا پس فرداش بود که زنگ زد، من دیدم شماره ناشناس افتاده، حد زدم همون آقای باشه. برداشتم سلام علیکم، گفتم آقای فلانی؟ گفت بله اینا، خیلی سلام علیکی گرم و اینا، منتظر بودم که راجع به کارا با هم صحبت بکنه. این که دارم میگم موضوع خیلی قدیمی نیست، داشت مال 7-8 ماه پیشه تقریبا. دفعه در اومد گفتش که آره میدونستی عزیزم شما خیلی خوشگلی و فلانی و اینا، حالا دیدی میخوای به خودت نگیری مثلا رد کنی، ممنون مثلا جز تعریف داره میکنی، خیلی دوست دارم باهات یه شام برم بیرون، نمیدونم با اون دوستتم بیار، دوستم حالا دوستشم یکی از خودش سمبالات، اون دوستم هم از دوست تو خوشش اومد، انگار مثلا ما دختر بچه های 14-15 ساله مونم، پسر بچه های مثلا 20 ساله، شاید چون من انتظارشو نداشتم هنگ کردم پشت تلفن، قفل کردم، نتونستم چیزی بهش بگم. بعد خب رعایت سن و سالش هم کردم دیگه، دوره ما خب کسایی که سن و سال دارن احترام میذارن. اون موقع چیزی نگفتم، قطع کردم، ولی فردا زنگ زدم گفتم دیگه جون مامانت به این شماره زنگ نزن. خیلی عجیب بود برام عجیب بود. بعد دیگه فهمیدم به پیرمردام نمیشه اعتماد کرد. گذشت اون دوران که به چشم پدر بزرگ و اینا نگاه میکردی یا مثلا سن و سال داره احترام نگه داری یا اینا، الان دیگه باید همون اول آب پاکیو بریزی به دستم. جان اسمش هم نگفتم، آبروش نه دیگه، اصلا به کسی لبخندم نمیشه زد تو این دور زمان. نه نه این چیز شهربازی الان میره بالا. آره این راسته که سکته رو زد، این هم در شروع کچکیه، بچه هم که قفلی زده، فقط بچه تیشرت آبیه داره لذت داره. مرد راسته داره شل میکنه کم کم، منتظر بودم یکی قش کنه، یکی دندون مصنوعیش بیاره، یکی باید نخندیدم. یک تا 633 منم برعکسش. چی تیره؟ 333 چه هم 333 میشه برعکسش؟ هم میشه؟ آفر 666 چی تیره؟ بدترش کرد، اون گفتش رفت بالاتر 600 سه تا 6 داره 66 نمیشه خب 630 630 دیگه خب 636 چی تیره؟ اونا داشته هول چیز شده، اون لحظه تو شرایط جو استرسی شده نتونسته، اونطان خواسته یه چیزی بگه. میدونی کی بود؟ میشناسمشون، دوتا خوانندن، اسمشون یادم رفت، ماکان بند. آه یه ضرب المثل میگم کاملش کن، آدم عاقل از این سوراخ نمیگذره. برو خاک تو سر دستن، خجالت کش، اینجا نمیشه کلیپ بگیری، ماشین ما کجا پارک کردن؟ چه سکته زیله کور. Breathe وای این اصلا خنده نداشت، بچه آزاری بود. برای اینکه بچه تو دوربین چه میدونم وایرال بشه، حاضر اینجوری عذاب بکشه، بچه دیگه تا آخر عمر از هرچی جک و جونوره میترسه. دیدین بچه هایی که هولشون میدن تو آب یا مثلا یه حیوان یا میندازن تو دلش، حالا میخوان مام بابای نفهم بیشور مثلا اون ویدیو وایرال چه یا فانی بشه، اون بچه دیگه تا آخر عمر این ترس باهاشه، بعد داره رسما بچه رو اذیت میکنه. کجا شفه نداره؟ سیما خانم ببخشید. سلام آقا عبید. شما این؟ چه جالب، چی شد که منو صدا کردین؟ با شما اول اسمم صدا میکنیم بعدا میگینه شما این؟ خب متن بلاشم جالبه. آه اونجا که از آره راست میگه قبول نکن اینا، قبول نکن، هنوز خیلی ویدیو دیگه داری، خنده دار بود خدا این جالب. دادا یه ساعت دوباره میدی صدا چینا چی شد دادا؟ یه دقیقه بزا بکنم تو چی میذاری روششا؟
داداش این نمیره تو سوراخ. بیا اینو سوراخو تا ببینم. اوه این که خیلی تنگه. بابا بس کن اینجا ما واسه چی؟ حد سر تو بخندم. حال کنم. وای وای. تازه روغن زیتون رو دادیم پایین. یه گاز پیاز با پوست. و من پیاز نرمالی هم نمیخورم. روزی ورن میده. دقیقه بزن بخورم بیشتر از این زهر مارش. حالا شاید به خودتون میگه پیاز کنار غذا آبگوش میخوام، ولی من اصلا نمیخوام. من هیچ جوره پیاز خام نمیخورم. من اصلا پیاز خور نیستم. چقدر خالی بده. خیلی بد بود. یه گازم هم بزن نشون بدم بهتون. روژ لبم هم بود. داشتن زندگی ما میکردم. یه ها برگشت بهم گفت برگرد نوبت منه. این فیلمو دو بار ببین چون من در مورد زندگی کردم حرف نمیزنم. تو چقدر نمکی کون. جالب. آدم پسره رو در بود. ولی این قشنگ بود. داشتم زندگی رو میکردم. نخندیدم. اون دیگه خنده حساب نمیشه. قبول کن. قبول کن دیگه نخندیدم. بعدی بعدی. قبول. اینجوری خنده حسابه. یه بار دیگه ببینی. یه بار دیگه این بچه رفت تو دیوار. اینه مگس پن دیوار شد. تا حالا خونه دوست دختر یا دوست پسرت یوشکی رفتی با توضیح؟ این بعد برای آرام در میمد و یه صد تا خاطره براتون تعریف. این برای من نیست. نه تجربه ندارم که بخوام اصلا. قبوله دیگه. نه توضیح گفت وقتی نیست چه توضیحی بدم. نه طرف دست نزا شل بشه دست بینول بشه شم که فش بشه کی دست نزنه کشتش بگو بسی بگه کاری نداریم. هاش خانم سکسی پیشوده بود و فارسی هم میخوند و اینا، ولی من وقتی هم خارجیه بچه. این حالا کاری به هیچ موضوعی نداره. این یه هنره ها. بعضی گوشاشون رو تکون میدن. این هاش خانم سینه ها رو تکون میداد. یه بار دیگه ببینیم. درم دست نزا شل بشه دست بینول بشه شم که فش بشه کی دست نزنه کشتش بگو بسی بگه. بعد این عملی مگه نبود؟ سینه عملی مگه نبود؟ خب عملی ها چجوری میتونی تکون بدی؟ میشه؟ آره تمرین میکنه. من مال پسرها رو دیدم اینا که باشگاه میرن سیناشون گنده میشه اینجوری اینجوری میکنن. ولی مال دختره بعد اینجوری اینجوری میکرد. یعنی اینجوری توضیح. ولی چی گفتم بعد بود؟ اوکی. من که نکردم. یکی دیگه کرده. به ما چه؟ وای 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 وای. همسر محترم چطورن؟ خوبن ممنونم. از عقب میزنه یا از جلو؟ شافه کن کسی بتونه منو بزنه. آیندمون روغن سوره کرده بود. این دیگه خیلی زایه بود. از عقب میزنه یا از جلو؟ یا من انقدر فکرم منفی و بد بود؟ خیلی زایه بود. اون بهار رهنما بود درسته؟ نخندیدم ولی. علی جانم بهت اخطار آخر رو داده بودم که پشت سر بچه‌ها راجع به من صحبت نکنی. دارم آماده میشم بیام بالا سرت. وای وای من ترسیدم. بازو رو نگاه. بازو من از این گنده تر الان دیگه ببینیم به چه اعتماد به نفسی. بعد کامنت اون زیر خدا به دادت برسه. علی هر جاست فقط آخر بودم که پشت سر بچه‌ها راجع به من صحبت نکنی. دارم آماده میشم بیام بالا سرت. بعد میگه پشت سر بچه ها راجع به من صحبت نکنی. نمیذاشتی دو ما باشگاه میرفتی بعد. همه بگم آمیگه بخوره به صورتشون چی؟ وای این پیره زنی مرد پیرزنه اوره دیدم مرگش بود دیگه. این تموم. من نمیدونم بعد ویدیو چه اتفاق افتاده ولی 100% نمرده باشه دیگه ویلچری ها شد. مستقی؟ بله بفرمی.
سلام ساره جون. خوبی محسا جون؟ چه خبر؟ خوبی سلامتی؟ چی کارو میکنی؟ چی من مشغولم، میرم یه دور میزنم، یه چرخ میزنم، میرم خونه دوش میگیرم، میرم رفیقمو میبینم، میام خونه دوش میگیرم، دوباره میرم بیرون شب یه دوری میزنم، میام یه دوش میگیرم. دوباره دوش میگیرم. چی کار میکنی عشقم؟ والا چی بگم، منم جنم فقط نه وسواس دارم. خودشون گفتیم مثبت 18 سال. وای یه دونه بدونم بخوام، دهنم بود طعم روغن زیتون و پیاز و نگم براتون. بچه اگه تا اینجا لایک و سابسکرایب نکردین بزنین، دل ما رو شاد کنین. ندارم. اولین بوسه لب رو در چه سنی و با کی داشتی؟ بچه اگه ویدیو قبلی ندیدین یه اشون ازون گفتم بچه بودم دستم خورده فیلم هایی دیدم و همون سن یه ذره تازه کمتر، خیلی کمتر بودم که اولی یه سری چیزایی فهمیده بودیم. بود دختر همسایه‌مون دیده بودیم که لب میگیرن تو ویدیوها. شاید بگم 6 سالم بود، شاید 6 سالم بود. بود دختر همسایه‌مون تست کردیم. مرسی تا طعم دهنم عوض شه. چیزی که توی تصویر یه جا دیده بودیم توی ویدیوهایی تو کارتون هم بعضی ها بود، کارتون هایی مثلا سیندرلا اینا تشلب میگن، دوستاشو میبینیم چه چیزی داره، یعنی اصلا بلد اصلا نمیتونستیم حس کنیم، یعنی انقدر خنگ بودیم. ولی بچه ها یه سری چیزها رو تقلید میکنن بدون اینکه بفهمن، یا دوستان از رو کنجکاوی تست کنن. حتی من دوستم میگفت اولین بوسه لبش توی مهد کودک با یه پسری بود، باز اون یه پله از من پیشرفته تر بود، با پسری من با یه دختر افسانه سال خودم. ولی چه سوال دارکی بود نه؟ اینو میخوای؟ اینو بخور. داداش به خدا این داشت پاهاشو میگفت. داداش چه نگو تو چی میفهمی؟ من اومدم دیره بریم دیگه. برو برو اومدم. به خدا داشت پاهاشو میگفت ولی رضا. داداش اینو ای بابا ای بابا بابا بیایید اینجا داشت پاهاشو می اینجا جاداش بگیم حوالو خدا وکیلی. دل جالب در بود این حرف میزد پودر میپاشید اینو بال. اینا چیزی زدن؟ نرپارتی هم هست فقط این وسط چی؟ که نماز میکنم چی؟ وسط اونم چی میکنم؟ فکر نمیکردم اینقدر بخندم، فکر نمیکردم پشیم باشه. وسط اون بلوشو بازار خر صاحبشو گم کرد، اون بایستاده بود نماز میخوند. حاضر بودی یکی از انگشتای دستت رو به انتخاب خودت از دست بدی اما یکی از بزرگترین موسیقیدانهای دنیا باشی و آثاری خلق کنی که تا ابد جاودانه بشه؟ این کوچیکه رو. خیلی هم کاربردی نیست، تو زیباییش خب آدم دستش ناقص میشه دیگه، ولی یه موسیقیدان بزرگه آثارش جاودانه بمونه، یه عالمه آثار خفن از خودم خلق کنم که لذت ببرم و همیشه جاودانه بشه. ارزششو داره. انگشت این که کارایی نداره، فقط زیباییه. تو صورت که نیست خداشون، تو دسته. به نظرم میارزه. شاید من به انگشتام اهمیت بدم. اوکی. شما حاضر بودین که مثلا انگشت کوچیکه یکی از دستاتون، حالا دو تاشونه، از دست میدادین ولی یه موسیقیدان خفن میشدین. کل دنیا آثارتون هم همیشه موندگار، همه با آهنگاتون و با اون موسیقی که خلق کردین خاطره پیدا میکردن و میمون دیگه، جاودانه میشه. خدا اشتباه گفتم؟ برام کامنت کنین اگه نظر مخالف دارین. من حاضر بودم از دست بدم. خب چی میگه؟ خانمه میگه خیلی عجیبه، نمیدونم چجوری بچه‌م که خوابه هر وقت میرسیم به خونه یهو متوجه میشه بیدار میشه. Can someone please explain to me why your baby always knows when you're home? She's gonna out like a light. And it's not my house. پسری چی جالب داره بقید. خب این در دست اندازای خونه دیگه میفهمه دیگه، بچه خرم بود بیدار میشد. این خیلی خوب بود. وای راست میگه
میگه دیگه، بعد میگه نمیدونم چرا بچه‌م بیدار میشه. نه رامینا، یه دونه بهم اضافه کن، هم چند تا ویدیو دیگه داره. برم بچه‌ها، این آخرین جریمه است خدا رو شکر. یه متاسفانه چون سه تا ویدیو دیگه هست، ولی مثل اینکه اینو نمیدونم چیه، بخندم یا نخندم، ولی دو تا ویدیو آخر سیفون گفته فقط در رابطه با اینه که نظرتون بگی. حالا میبینیم بعد شما هم نظرتون رو بگید. و اما تا حالا تو بچگی یا جوانی، وای این سوالا فکر کنم مال زمانی بود که قرار بود آرام میبود، نه تو همین بعد به من میفته دیگه تنهایی. اینو بذاریم برای زمانی که آرام بوده. شما کوتاه بیاین بچه‌ها، شما اینو کوتاه بیاین، این یه دونه رو می‌ذاریم اینجا، بعدم با چیزای دیگه پرش می‌کنیم می‌ذاریم یه وقتی که دو نفره دیدیم. من نگرانی حاجی، لاشی نفر اومده ماشینو مالیده رفته. حاجی مطمئنی مالیده؟ بیشتر انگار گای یام دیگه جریمه هم نداریم، ولی چاد چند تا ویدیو گوش داده همه کاتش نکن، همشونو نگاه کن آخر سر نزن یه جمله در موردش. پدرسازی تو به رخ من نکش، من خودم خر سواریم خوبه. این بار از بهشت براتون یفتر بهشت رو بردم. من براش پلنگ مازندران بودم، ولی اون مار افعی بود. من مثل شاسی بلندم، هر کسی لیاقت با من بودن رو نداره. بودی های های نبودی بای بای. پلنگ ایران منم، نه دنیا جهان بخت. پول دار بودن تو براخه من نکش، من خودم لامبورگین سوارم. من باگه یه یکی کم با من از پرواز کردن حرف نزن، من خودم هواپیما دارم. موسیقت گرون شده. این حاج خانم با این سنوسلش دیگه چی میگه؟ چی بگم؟ دوار که بود بیشتر. چرا این اینجوری میکنن؟ این چی مدل؟ مثلا میخوام ویدیو بسازن دیده بشن، خودشون رو بیشتر به نمایش بزن. حالا کاری به اونم نداریم، حالا یه چیز قشنگی داشته باشه برای عرضه، باز آدم ببینه لذت ببره میگه اوکی. ولی بدترین حالت رو تو کلیپ های مسخره و چیزای چیپی میگفتن، چه کارهای چیپی میکردن، ولی خب ویو میخوره دیگه. مثلا اون خانم آخریه که تو ماشین اومد توپله، اون خودم هم دیدم زیاد مردم میبینن برای مسخره کردن، ولی ناراحت کننده است دیگه. 4 روز دیگه اینا بخوان با یکی برن تو رابطه، یه حرفی ندارم واسه گفتن در رابطه با اینجور ویدیو، مسخره و ناراحت کننده است برای من. شما هم نظرتون رو بدید. یه دونه دیگه ویدیو مونده، اما توی بچه ها ستون برام توضیح داد ویدیوی آخر یه ویدیوی که چلنجه، یه چلنجیه که نوشته میدونید این ملودی کدوم آهنگه. مثل اینکه من بعد هم اسم آهنگ رو بگم هم با آهنگ بخونم، اگر به بازم 1 تومن یعنی 1,000,000 تومن به یکی از کسایی که کامنت گذاشته برام، به بهترین کامنت یا یک کامنتی که در این راستا جالب بود من بعد بپردازم. اوکی فعلا قبول میکنم، بهتر این بود. گفت چون تو اینا نرفتی باید اگه اینو باختی 1 تومن به یه نفر از کسایی که کامنت میذاره بدی. بعد استاپ کنم بگم میدونم نردن خیلی آشناس. خیلی آشناس، خیلی میدونمش، نمیاد تو ذهنم. بازم دلم گرفته. نمایی زده است؟ نه کی مویی بود؟ کی بود خانندش؟ کی بود؟ تو رو خدا خانندش رو بگو. بازم دلم گرفته. اینه درست میگم؟ نمیشناسمش، ولی آهنگشو درست خوندم. خیلی بد آشنا بود، ولی نمیومد الان اصلا نمیومد. ذهنم شاید درگیر ویدیو اینا بوده، شاید تو تنهایی میخوندم راحت‌تر میگفتم اینا. شما برام کامنت کنین، بهترین کامنت ربطی نداره که به حالا این ویدیو باشه، درست میگم؟ ربطی نداره. بهترین کامنتی که از توی ویدیوهایی که امروز دیدیم و بذارین، یکیش انتخاب میکنیم، 1 تومن پرداخت میکنیم به خاطر اینکه من این جریمه نرفتم، ولی نگرش میداریم بعدن که آرام بود. شاید حالا خدا بزرگ اون موقع یکش. امیدوارم که ریلز میز این هفته رو دوست داشته میبودید و اینکه بوس به روی ماهتون تفتید دیگه.